بچه من اشکان افشاری هستم، تو ایران تئاتر خوندم، نمیدونم فکر کنم یه بیوگرافی کوچیکی توی اون پایین گذاشته بودن. تو ایران تئاتر خوندم، اونجا تئاتر کار کردم، بعد شروع کردم رقص کار کردم، بعد اومدم آلمان و تو دانشگاه هاتسته مسیر کوریگرافی خوندم و بودن که یه ساله که درسم تموم شده. بله و خودم و الان از جادی میپرسم که اون چیکار میکنه. جادی کانست دیش بیت فورشتلن فور دی زو شاوا اون دان زاکس بیت واس ماخست دو واس هاست دو گماخت اون یا سو کوین بی امپانی ام بی سی ان سو کورتس ابا اوکی ich bin Choreografin und Tänzerin und Körperarbeiterin, in kurz gesagt. Und gerade ich bin in das Prozess meiner Masterstudiengang, also die mein Master choreografische Master zu beenden. Ja, ich übersetze das. Jadi Rachsande war Choreograf war Therapie bei Badam konne war توی پروسه اینه که الان داره مسترش رو تمام میکنه، داره مستر پروژه رو تمام، دانشگاهی که من درس خوندم داره مسترش رو تحویل میده. Kannst du bitte sagen, wo hast du das vorher studiert und was hast du studiert davor? Also, ich habe eigentlich als die erste Studium in einer Tanzakademie als Solotänzerin. Dann habe ich einen Bachelor in Choreografie in Amsterdam at the SNBO. Und dann jetzt, nach aber ganz viele Jahre, wieder ein Master. Also Okay. jetzt in September. Ja, من پرسیدم که قبلا چی خوندی و کجا درس خوندی، گفتش که خیلی قبلتر توی ایتالیا سولو دنس خونده تو روم اگه اشتباه نکنم، و بعدش رفته هلند توی آمستردام تو مدرسه اسنده و اونجا کوریگرافی و رقص خونده خیلی سالهای قبل، و بین این سالا کار کرده همش و الان 2 ساله که توی هاتسته مسیر کوریگرافی میکنه و احتمالا تا یکی آره بوده 1-2 هفته دیگه درستش باید تموم شد فکر میکنم. اوکی جدی ایش ساگه دستو ارسا فارسی اون تن اون بزرستش دیگه. سال بعد سال اول خب همه کارهای آرتیستیک یا همه فیلدا احتمالا که خیلی تحت تاثیر این شرایط جدید قرار گرفتن، شرایطی که شرایط پاندمی جدید، ولی خب رقص به خاطر اینکه خیلی نزدیکی بدنها توش مهمه یا دست زدن توش مهمه، دست زدن منظورم تماس فیزیکال توش مهمه، و توی پروسه کاری همیشه همکاری توی استودیو یکی از پروسه های مهم کاری مثل فیلدهای دیگه تئاتر احتمالاً، ولی همکاری توی استودیو یکی خیلی مهمه توی رقص. برای همین می‌خواستم از شما سوال کنم برای سال اول که چه جوری اتفاق میفته که با این نزدیکی بدنی و این تماس فیزیکال آیا اصلا ممکن هست رقص این دوره در درجه اول یا نه. جدی فودی ارس فراغه فیزیشه نه اونده بروغونگ اوند کولابوراتیو آربایت این ستودیو است sehr wichtig im Tanz momentan. Und jetzt mit sozialer Distanz stellt diese Arbeitsfeld in Frage. Also ich wollte zuerst fragen, dass im Tanz ist, normalerweise ist, haben wir viele physikalische Nähe. Und wie ist deine Erfahrung? Ja. Wie ist das für dich und wie funktioniert das? Naja, ich habe jetzt gerade wegen mein Masterstudium und Masterprojekt das genau erlebt. Also ich glaube, die Frage oder die Sache ist, dass jede Künstler, wenn der Schwung, der Leidenschaft da ist, wir finden immer Wege, um mit dieser auch problematisch umzugehen. Sorry, ich übersetze das.
ich übersetze Aber in das. meinem Fall sicher, was ich Das mich irgendwie beschäftigt. Also ich habe mich beschäftigt mit der Idee von einem Körper. اوکی okay. ما خیلی فاصله صدایی داریم با هم دیگه، برای من خیلی وایس هم که جدی حرفش تموم شه، ولی میگه به خاطر خب این شرایط کنونی خیلی همه فیلد هنری رو تحت تاثیر قرار گذاشته، مخصوصا رقص و من به خاطر اینکه الان باید مسیر پروژه هم تحویل بدم، یه پروژه که آخر Also wir درس باید gehen mit تحویل dem بدی. Master. Ich habe das genau, was du gesagt hast, erlebt. Sich mit sich selbst, mit seinem eigenen Körper, sich zu beschäftigen. Okay. Ich glaube, wir müssen das nochmal, Jadi, ich höre dich gar, es ist irgendwie komisch. Magat mikonim dobare miyem, chunke ertibate barqarar nishin. Okay, Jadi. Jetzt höre ich dich gut und sehe ich dich auch gut. Ja. Hoffentlich bleibt so. Okay. Wow. Okay. Okay. Hoffentlich. Okay, Lass uns cool. anfangen und dann gehen wir weiter und dann sehen wir, was passiert. بچه ها برای آره اولین سوال من دوباره یعنی میخوام که ازش دوباره جواب بده، ببینیم به کجا میره. سوال این بود که با این رقص به خاطر نزدیکی فیزیکالش و تماس بدنی و همکاری توی استودیو، خیلی فیلیه که با هم همکاری زیاده، نزدیکه به هم، با این مشکل آیا الان رقص چجور کار میکنه و تجربه جدید چی بود؟ Jadi, kannst du bitte von vorne nochmal erklären, die erste Frage, erinnerst du dich, die erste? Was ist passiert wegen meinem Master, ist einfach, dass ich mit die ganze Regel umgehen musste und etwas schaffen, das man könnte alleine auch machen. چیزی که اتفاقی که برای مستر من افتاد این بود که من باید همه تیم رو جمع می کردم و باید یه اجرا می ساختم، ولی موضوعی که من باید همه کار رو تنهایی، الان دیگه باید تنهایی می کردم با این موقعیت، نمیتونستم با آدم و همه یه جا کار کنم. Ich habe mich engagiert in die Entwicklung eine Score, eine Partitur, die jede von meinen Mitarbeitern einfach damit sie könnten arbeiten und weiterentwickeln, also ein Solo eigentlich. Durch Schrift. من یه پارتیتور یا یه اسکور طراحی کردم به خاطر این مشکل که هر کدوم از رقصنده ها خودشون میتونستن اونو دیولوب کنن یا خودشون میتونستن اونو توسعه بدن به صورت شخصی، به صورت سولو. Das Thema war genau auch das, ein Dialog mit seinem eigenen Körper und mit der Umgebung zu entstehen lassen. Beobachten, wie wir agieren oder reagieren oder wie auch Erinnerung in unsere Gedanken kommen können und weiter unsere Bewegung entwickeln من خودم رو با این قضیه پیش بردم و اسکور اینجوری بود که آدم ها باید خودشون با بدن خودشون و با اطراف خودشون ارتباط برقرار میکردن و ریاکشن و اکشن نشون میدادن و در نهایت همیسی گفتی یادم نمیاد. خب اوکی جدی کن سوایت میکنم. Also am Ende sind sechs Solo entstanden, die ich zusammen in einen Film geschnitten habe. Und aber auch ganz viel andere Material, die ich noch nicht organisiert habe. Und ich denke gerade, eine Website zu bauen, wo dieser ganze Prozess irgendwie erklärt und dokumentiert ist. Weil in diese Ja. و در نهایت ما یه فیلم ساختیم که من دارم تلاش میکنم که یه وبسایتی درست کنم که توش توضیح بدم که چه جوری تونست این اتفاق بیفته، چه جوری سولوها شکل گرفت، چه جوری همکاری تیمی شکل گرفت. Und also der Thema oder das Thema ist genau der Körper als
تم تم اجرا بود als Medium zu Erkenntnisse. تم اجرا بود شناختن بدن به عنوان یک مدیوم. اوکی به عنوان Genau. Ja, und durch die eine physikalische Praxis, das auch integriert Schreiben und Malen, diese Solos sind entstanden. و به واسطه تمرینای بدنی، تمرینای فیزیکال، نقاشی و حرکت این سولوها خودشون رو توسعه میدادن. Ja. Und was ich meine ist, dass ja die Coronavirus und diese ganze Regeln sind sehr schwer, aber auch geben diese Möglichkeit, mit sich zu beschäftigen und auch sich besser zu hören und genau wie die Umgebung, also die Natur ein bisschen mehr atmen lassen. به واسطه همین کرونا ویروس این امکان ما میده که آدم خودش رو بهتر بشناسه و خودش رو بیشتر گوش کنه و بتونه با خودش و اطرافش بیشتر کنار بیاد و با طبیعت هم. اوکی؟ Darf ich eine Frage stellen? Also, was ist genau die Protokolle wegen dieser Situation? Okay. Was kannst du das sagen? Was für die Tänzer und Choreografen? سوال اینجاست که بچه ها سوال اینجاست که دقیقا پروتکل هایی که برای رقصنده و کوریگراف هست برای کار کردن چه پروتکل هایی؟ Also eigentlich die Situation ist ziemlich herausforderlich, weil es wächst die ganze Zeit und es ist auch sehr abhängig von dem Raum. در واقع این چالش بزرگیه و همینجوری هم گسترده میشه، یعنی وای نمیسته، بزرگ میشه، رشد میکنه و خیلی همه چی بستگی داره به مکان، به اون مکانی که هستیم. اوکی؟ Und also deswegen viele Arbeit, also für mich auch war so, ganz viel Arbeit wird gestrichen und genau, alle von Lehrer oder Performer haben neue Wege entwickelt. و همینجور جاهایی که درس میدادم هم اونا همه کنسل شد و کوریگراف ها، یعنی آدم ها سعی کردن که روش خودشون رو برای پیش رفتن با این قضیه پیش ببرن، یعنی بسازن. اوکی، واس ایست گناو دی پروتوکول، واس کان من ماخن، واس کان من نیش ماخن آلس آن کوریگراف. اوکی، also wie gesagt, die Protokolle sind die ganze Zeit unterschiedlich und sie wechseln auch ziemlich oft. Allgemein, also die Zuschauer sollten 1,5 Meter voneinander sein und wenn man tanzt, muss 5 Meter voneinander sein. Also deswegen, viele Möglichkeiten sind am meisten entweder als Choreograf zu arbeiten, 1:1 mit deinem Performer. Viele machen auch Zoom-Auftritte. Okay, sorry, پروتکل ها هنوز خیلی خیلی پیچیدن و هی عوض میشن، اینجوری نیست که یه پروتکل ثابت باشه، ولی پروتکل اینجوری که بین هر تماشاچی باید 1.5 متر فاصله باشه و بین هر رقصنده ای باید 5 متر فاصله باشه، یعنی هیچ رقصنده ای نزدیک از 5 متر به اون یکی نمیتونه باشه و برای همین خیلی تصمیم گرفتن که یکی یکی کار کنن، یعنی کوریگرافا با یک رقصنده فقط کار کنن و تقریبا سولو بسازن و یا اینکه توی زوم یا این مکانهای دیجیتال یه اجرا درست کنن. اوکی، دس هایست دس دی هاتن 5 متر ابشتند زویشن دی سوشاو زویشن دی Tänzerinnen, das heißt, es gibt gar keine Kontaktimprovisation und überhaupt keinen Kontakt. Das heißt, eine große Teil von der Tanz ist ziemlich unter Frage. Ja, also für jetzt ja.
Aber weiter, ich muss sagen, das ist klar, es gibt Leute, das zum Beispiel in Contact Improvisation Session, es gibt viele Leute, das weiter zusammen sind, dass sie leben zusammen und weiter zusammen tanzen. Und so, es gibt, jetzt habe ich gerade gehört, dass zum Beispiel heute war eine Contact Jam organisiert. Er hat auch Restriction, also vielleicht ist es nicht offen für alle. Sie sind vielleicht nur Freunde und bestimmte Leute, dass sie kennen einander. Aber ja, für jetzt ist alles streamt sowieso. Und die Zuschauer ist ein Maximum von 20. Also oft ist so eine wirklich kleine Gruppe. بچه من سوال کردم که خب به این واسطه اگه 5 متر بین رفتنده بخواد فاصله باشه تقریبا یه بخش بزرگی از وقت کانتکت و کانتکت پوزیشنی که خیلی ها کار میکنن تقریبا همه اونا رفته کنار. جادی میگه که اینجوری هم نیست که همه چی کنار رفته باشه. خب خیلی از آدمایی که توی فیلد کانتکت پوزیشن کار میکنن یا با هم خیلی دوستن یا خیلی صمیمی یا با هم زندگی میکنن و برایشون برای خودشون چیز تعریف میکنن، برای خودشون سشن های مختلف تعریف میکنن که یا با هم کار کنن یا با هم ترن تو استودیو. من همین امروز شنیدم که یه جم سشنی وجود داره که برای همه باز برای همه نیست، همه نمیتونن برن ولی خب اتفاق میفته، اینجوریه که اتفاق نیفته. یا جدی also so ja. So viele Schwierigkeiten für Tänzer und Choreografen. Ich wollte eigentlich viel fragen. Das ist möglich momentan überhaupt zu proben oder eine Tanzstück zu machen, weil wie du weißt, morgen gibt's eine Aufführung von Isabel Schad und dann weißt du das, wie funktioniert das? Er hat ein Stück gemacht auf der Bühne. Also ich habe dir gerade gesagt, wie. Ah ja, das heißt, es ist möglich. Du musst einfach alleine, ja, du musst einfach alleine mit deinen Tänzer treffen, alleine und die Abstand behalten. Und ich glaube, der Punkt ist, dass wenn du sowieso mit jemandem hängt bist, also vielleicht, ich weiß nicht, ob sie haben jetzt Corona Teste gemacht. Das weiß ich nicht. Aber also ich glaube, dass es ist möglich. Es ist nur etwas schwerer. فردای اجرایی هست از ایزابل شاد توی یک مرکز رقص اینجا اجرا داره پیش میره، ممکنه ولی باید که خود آدم ها خودشونو اینتگره کنن تو این زمینه، یعنی فاصله رعایت کنن و ولی میشه اجرا کرد بین تماشاگرها هم که باید فاصله داشته. حالا با این اتفاقی که افتاده و با این مشکلاتی که پیش اومده خب خیلی اجراها کنسل شدن ولی یه امکان جدیدی به وجود اومده، یعنی امکانی من از مرتس دارم همه‌مون میبینیم که پلتفرم‌های آنلاین خیلی داره کار میکنه، خیلی از فستیوال‌ها حتی فستیوال های آنلاین شدن توی زوم یا پلتفرم های دیگه و دارن کار میکنند. سوال اینه که در واقع چه امکانی رو برای رقص معاصر به وجود میاره این پلتفرمی که قبلا بهش خیلی اهمیت داده نمیشده، شاید بوده، چون چه امکانی رو پیشنهاد میده به رقص معاصر، چی رو بهش اضافه میکنه. Jadi, die Frage ist, dass welche Möglichkeiten bieten sich zeitgenössische Tanz im digitalen Raum? Das heißt, die Online-Plattformen, das machen nur Streaming oder gibt etwas dazu? Was meinst du damit? Was meinst du? Ich meine, was bieten Sie? Na, wie gesagt, ich habe einen Film. Wie gesagt, ich habe einen Film gemacht. Nee, ich meine das insgesamt allgemein. Es gibt verschiedene Art von Filmen. Also du kannst Dokumentare, du kannst Shortfilm machen, du kannst also auch Performances einfach
ja, dokumentieren. Aber ich glaube, jetzt gerade, weil die Online-Plattform so aktiv und auch experimentell ist, ich glaube, das Doku ist einfach ein bisschen die alte Version. Und deswegen, man macht Streaming oder entwickelt verschiedene Art von Filmen und oder Short Movie. جادی میگه یکی از امکاناتی که داده خیلی باز کرده فضا رو اینه که آدم ها خیلی فیلم دارن کار میکنن، فقط به عنوان استریمینگ استفاده نمی کنن از فضای مجازی، بلکه به عنوان دارن تولید فیلم رقص میکنن. این یکی از امکاناتی که باز شده. Also du hast auch selber, kann ich sagen, dass ich vorher schon mal auf einer Plattform gearbeitet habe. Die Frage ist, wie war das und was war die Erfahrung? Wie war das, wenn ich auf einer Plattform online gearbeitet habe? Ich weiß nicht, ob ich online bin oder nicht, aber ich frage. Du hast schon selber in eine Online-Stück oder in eine Plattform, ah, okay, das online bitte. Das war ein Einleihenstück getanzt. Wie war das und was war die? Das war ein Festival oder was war das? Kannst du ein bisschen darüber erklären? Also es war ein Festival und der Festival heißt Tempo. Und es ist ein Festival aus New Zealand. Ihr Festival ist benannt Tempo für New Zealand. Okay. Und also es ist eine es Es war ein sehr interessanter Prozess, sehr herausforderlich, weil alle Tänzerinnen waren von aller Welt. Und eine war in New York, eine war in Neuseeland, zwei waren in Berlin, eine in Frankreich. Und es war sehr spannend, aber auch sehr یه herausfordernd. خیلی چالش برانگیز بود. یه فستیوالی بود تو نیوزلند به نام تمپو که رقصنده ها از خیلی جای مختلف دنیا بودن، دو نفر از نیویورک، دو نفر از برلین، از فرانسه اگه اشتباه نکنم. اوکی، وی بار است وی بار دی دی آفون وی بار دانه پروبه پروسس اینگندیش. Die Probeprozess war sehr, sehr interessant. Also es ist klar, dass wir haben das ziemlich gleich entdeckt, dass also man braucht neue Werkzeug, man braucht neue Material und genau etwas machen, die für das Network gut ist, weil man kann nicht das Gleiche, das man macht live in Network bringen. Also unsere Choreografin hat gleich angefangen zu entwickeln Sachen. خیلی چالش برانگیز بود. سوری دست اونطوریشه. خیلی پروسه چالش برانگیزی بود. نکته اینجاست که توی همچین موقعیتی ما نمیخواستیم که از این پلتفرم فقط به عنوان جایی که نمایش داده میشه یا استریم میکنیم استفاده کنیم. نکته اینجا بود که ما باید یه چیزی میساختیم که دقیقا برای فضای مجازی یا اون پلتفرم طراحی میشد. برای همین کوریوگرافی که باش کار میکردیم هم اول سریع شروع کرد که به توسعه دادن یه روشی که فقط با اون پلتفرم بشه اجراش، یعنی از اون پلتفرم فقط به عنوان استریمینگ استفاده نمیکنن، فقط به عنوان یک ابزار استفاده میکنن. اوکی، این ورش پلتفرم بار است تنش دست کاره این ورش فیسبوک توی فیسبوک بوده اس و این فیسبوک و این فیسبوک استریمینگ و Was sehr interessant war, ist, dass wir haben einfach uns wirklich gespürt und wir haben uns verbunden, fast energetisch. Und das Plattform oder durch diese Internetverbindung, ich glaube, diese energetische Verbindung hat sich fast manifestiert. Also deswegen eigentlich ist es ein gutes Tool zu haben, sowas zu auch in میگه که خیلی خیلی جالب بود چون ما فکر میکردیم که به وسیله اینترنت اگه کانکت شدن
اون حس انرژی بین آدم ها رو از بین میبره، ولی به این نتیجه رسیدیم که اتفاقا خیلی این امکان وجود داره که خیلی با هم خیلی عمیق در رابطه باشیم و خیلی انرژیتیک با هم در رابطه باشیم، نه فقط آره خیلی عمیق و در رابطه باشیم. اوکی؟ پس باید تو Eine kleine Beispiel war, dass zum Beispiel ich habe angefangen, mich aufzuwachen, wie die alle anderen, also in ganz komische Uhrzeit. Ich würde ins Bett oder ich würde aufstehen. Okay. Also es war total. یکی از تصویر عجیبش این بود واسه من که ساعت خواب من تغییر کرده بود، ساعت خواب من شده بود ساعت خوابی که بقیه کل دنیا از خواب پا می‌شدن و ما با هم از خواب پا می‌شدیم و با هم می‌خوابیدیم. تصویرش انقدر زیاد بود واسه من، چون یه سری تو نیویورک بودن، یه سری اینجا تو برلین بودن، یه سری فرانسه بودن، اونا فرانسه بودن، خیلی با هم فاصله نداره ولی فاصله خوابیش ساعت خوابیشون یکی شده بوده. اوکی؟ یا und so ich glaube es ist wichtig zu sehen wie eine große Werkzeug und eine sehr schöne Werkzeug wir haben, aber gleichzeitig genau, es ist auch schön zu erinnern, dass eigentlich es gibt einen Prozess, es gibt einen Körper, es gibt eine Möglichkeit uns zu verbinden in verschiedene Wege. Und das ist gut, dass so viele Möglichkeiten gibt, um das zu erfahren. خیلی مهمه که این امکان الان وجود داره و خیلی این ابزار در واقع وجود داره و خوبه که ما این ابزار رو میتونیم الان بشناسیم و باش کار کنیم، ولی بعد یادمون نره که هنوز بدنمون مهمه و هنوز با بدنمون داریم کار میکنیم به اضافه این ابزاری که به اون داده شده. میخوام سوال کنم که به عنوان کوریوگراف قبل از این که این ابزار بهش داده بشه، ابزار اینترنت یا فضای مجازی یه بخواد بهش فکر کنه، چی الهام بخشش بوده و حالا با وسیله این ابزاری که داره چه تفاوتی براش پیدا کرده، از چی الهام میگیره برای کار کردن؟ جدی was ist deine Inspiration, was ist denn deine Inspiration davor, bevor dass du diese Möglichkeit hättest? Ich glaube, verkommt gerade schon wieder. Hörst du mich? Ja, die Verbindung ist wieder ein bisschen komisch, okay. Aber ich habe dich gehört. Okay. Also meine Inspiration allgemein fängt dann in den Raum. Ich bin oft inspiriert wirklich von der Raum, wo ich gehe. Und dann aus dort, ich entwickle das Medium. چیزی که منو همیشه الهام بخش من بوده مکانی بوده که من توش میرفتم و اونو به عنوان یک میدیوم ازش استفاده میکنم. Gibt es einen Unterschied? Jetzt hast du diese Möglichkeit, dass du den digitalen Raum als Raum benutzen echt. Das heißt, du inspiriert von Raum von digitalen Raumen. Gibt es etwas so für dich? سوال اینجا بود که آیا الان با وجود فضای مجازی تو از فضای مجازی به عنوان اونو به عنوان یک فضا میبینی، به عنوان یک چیزی که تو الهام بخش تو میشه؟ Also die digitale Raum, es ist sehr interessant, aber ich habe gerade mehr eine Interesse für die Möglichkeit. Aber ich persönlich habe ich noch nicht etwas so im Kopf, das nur weil digital ist, habe. Ich nehme es mehr wie ein wirkliches Werkzeug, um meine Arbeit gerade zu teilen. من فضای مجازی الان نمیتونم به عنوان چیزی که الهام بخش منو ببینم، چون این یه پروسه است و این به عنوان یک ابزار میبینمش که باید اول شناخته بشه، باید باش کار کنم، بعد میتونه الهام بخش باشه برای من. یعنی که این برای من الان یه ابزاره و
برایم یه چیز الهام بخش نیست. ولی اوکی فیلاش فیندست دو اس شپیتر کن دیزه دیگیتال رامن دیا انسپاریت فود این شتوک زو ماخن؟ یا کلار سوال اینجا بود که سوال اینه که فکر میکنی که بعدم میتونه احتمالا وقتی ابزار شناختی الهام بخش تو باشه برای تولید یک اثر رقص؟ یا بیتر Ich glaube, es kann auch so sein, zum Beispiel, ich habe gerade eine neue Idee im Kopf, das ich würde sehr gerne machen. Und sicher, die Streaming-Plattform würde mir super helfen, um das zu verbreiten. Und zum Beispiel mit dieser Erfahrung, dass ich mit Katharina Bastian für Tempo gemacht habe, das ist wirklich ein Stück gemacht für so eine Plattform. Und ich finde das sehr interessant, allgemein zu erforschen. Aber ich bin als Choreografin ein bisschen zu viel beeinflusst davon. Also es ist schwer für mich jetzt eine neue Idee davon zu machen. Ich bin als Choreografin unter Tassir gegriffen. Ich habe jetzt eine Idee, die ich möchte. توی فضای مجازی باهاش کار کنم نه توی صحنه ولی هنوز نیاز به این داره که خیلی تحقیق بشه و خیلی روش کار بشه چون که اینجوری نیست که ایده بیاد و سریع بشه روش کار کنه ولی دو پروسه تحقیقاتی روش انجام بشه که ببینیم که از این ابزار چجوری میتونیم استفاده کنیم برای یه چیز دیگه است و با اون کاری که توی پلتفرم تمپو کردمش با کاترینا باستین این خیلی من الهام بخش من بود که دوباره تو این فضا بکنم چون واقعا یه چیزی اونجا ساخته شد یه چیزی برای اون فضا ساخته شد اینجوری نبود که فقط به عنوان استریمینگ از اون فضا استفاده بشه Ich wollte etwas sagen. Also ich denke zum Beispiel, wenn jemand, weil ich habe mich gerade vorgestellt, wenn jemand zu mir kommt und sagte, könntest du mir eine Choreografie für diese Plattform machen? Ich glaube, wo genau, dass die Räumlichkeiten werden die erste Elemente, wo ich schauen würde. Also was sind die Möglichkeiten, dass mir so ein Format gibt? Und welche Räumlichkeiten dieses Format schafft? اجرا بساز برای فضای مجازی اولین کاری که من میکنم اینه که برام جالبه که ببینم اول اون پلتفرم چیه یعنی که اون چه امکانی به من میده یعنی بازم فضای اونجا برای من اولین چیزیه که من میرم سراغش یعنی که میرم ببینم که پلتفرم چیه امکاناتش چیه و من به عنوان کوریگراف چجوری میتونم اون امکانات رو ازش استفاده کنم این یعنی اولین کاری که من میکنم Und willst du was anderes sagen oder die andere Frage? Nee, also jetzt gerade habe ich noch nicht, aber wenn du willst noch eine Frage. Ich wollte ein bisschen über die Uni dir fragen, was welche Möglichkeiten bieten sich zu diese Tanzinstituten, wie HZT, wie viele andere Tanzinstituten. Ja. Findest du wie beeinflusst eigentlich die digitale Raum, die Tanzinstitute? سوال اینجاست که بچه که میخوام درباره فضای دانشگاهی ازش سوال کنم اینه که چه تغییری ایجاد شده وقتی که از فضای مجازی از وقتی که دانشگاه در دانشگاه بسته شدن فکر کنم همه جا همین جوریه از مارس تا الان تقریبا دانشگاه تعطیلند و همه چی رو دارن دیجیتال انجام میدن خواهدشو برسم که این اتفاق چه تأثیری روی فضای اکادمی که رقص انداخته؟ Also, ich habe, was ich erlebt habe, es war eine schwierige Zeit, weil besonders HZT als Institution, die sehr dazwischen ist, weil es sowieso von UdK und auch von der Ernst-Busch-Schauspielschule gefordert, dass sie seine besondere چیزی که من چیزی که من تجربه کردم مثل ویجاست پوزیشن یه چیز ویجاست چون که
دانشگاه هاتسته توی پوزیشن ویژه‌ای قرار داره بین دو تا دانشگاه، یک هم پیچیده است، یک دانشگاه، یک دانشگاه بازیگری برلین و دانشگاه هنر برلین، اودکا و انسبوش، این دو تا با هم دیگه اینو به وجود، این دانشگاه رو به وجود آوردن. Und allgemein, ich denke, sie haben gemacht ihre Beste, aber es ist wirklich noch ganz viel zu entscheiden. Ich glaube zum Beispiel in meine Klasse, sie haben die meistens ein Semester abgesagt oder sie werden noch ein Semester machen. Und sie werden, ich glaube, sie werden fertig im Januar, manchmal Januar, manchmal März. Und also die ganze Entscheidungsprozess war sehr lang und ganz viel, naja, Unsicherheit und Probleme entstanden sind, aber sie wurden auch erlöst. Es war sehr schwer und ich glaube, es wird noch etwas schwer sein, aber sie schaffen es doch. جدی میگه که خب به خاطر اینکه این مدت دانشگاه تعطیل بودن خیلی وضعیت سخت بود، چون که این دوتا دانشگاه هر کدوم تصمیمات خودشون رو میگرفتن و تا این تصمیمات به ما به عنوان دانشجو برسه خیلی طول میکشید و آدم بین دوتا فضایی میموند که باید چیکار کنه، ولی تصمیم بود که یا این که ما یه ترم دیگه درس بخونیم، یه ترم به نظر مقب درسمون رو، یا یه راه حلی براش پیدا کنیم، که فکر کنم راه حلی که پیدا کردن این بود که جادی پیدا کرد برای خودش، این بود که یه فیلم بسازه بگیم که یه کار صحنه ای بکنه. دی فراگیس ich habe gehört dass die audition weil das normalerweise das die Tanzinstitute haben ein Audition, man muss da sein und in dieser Audition teilzunehmen. Findest du, jetzt ist die Audition von HZ, weiß ich, das ist, wenn ich richtig verstanden habe, ist das online. Und findest du, öffnet das eine neue Möglichkeit für Tanzinstituten, dass die Audition online machen, weil die dann können viele Leute von der ganzen Welt in der Audition teilnehmen. Es war اینجا بود که چون اینجوری که من شنیدم آودیشن دانشگاه هاتسته به صورت آنلاین داره برگزار میشه امسال و سوال اینجاست که چه جوری تحت تاثیر قرار میده فضای آکادمیک و این آودیشن آنلاین، چون اینجوری میتونن خیلی آدمای دیگه از کل دنیا تو آودیشن شرکت کنن که قبلا این امکان نداشتن. Das finde ich eine sehr gute Frage, aber auch ziemlich schwer zu beantworten, weil ich glaube, zuerst man braucht was wirklich zu entwickeln, die funktioniert auch. Also wollen Sie wirklich eine komplette Online-Semester oder ein oder zwei Semester schaffen? Das kann man machen, aber man braucht wirklich was gut zu entwickeln. Also bis jetzt war sehr interessant, was sie geschafft haben. Sie haben wirklich verschiedene Seminare auch angeboten, aber manchmal war sehr schwer, weil zu viele Leute da waren oder die Internet nicht für alle da war. Und wenn man wirklich will, eine digitale Semester entwickeln, braucht wirklich ein bisschen Zeit, das auch zu beibringen an die Studenten. یه سوال خوبیه، ولی سخت جواب دادن بهش، چون که باید ببینی، باید منتظر باشه، چون اگه بخوان که واقعا یه چیزی برای دانشجو داشته باشه و یه چیزی برای خودشون داشته باشه، نیاز به زمان داره که یه بیسی رو بسازن که با این بیس بتونن خوب کار کنن، چون که الان خیلی جدیده و خیلی همه چی نوعه و اگه بخواین یه ترم آنلاین داشته باشن حتی باید خیلی برنامه‌ریزی بشه که واسه همه خوب کار کنه. واسه آودیشن میگه که امسال انجام میشه، ولی من نمیدونم که
خوب کار میکنه یا نه. Also, ich habe noch nichts gesagt über die Audition eigentlich, weil der Punkt ist, dass wenn du Audition online, dann sollte auch der Programm, finde ich, online sein. Wenn das Programm nicht ganz online ist und man weiß noch nicht, was ist zu tun ist, ich finde das sehr schwer. Also entschieden für dich oder auch für die Institution online, es ist sehr tricky. میگه من فکر میکنم که اگه که آدیشن آنلاین باشه بعد ترم هم آنلاین باشه وگرنه غیر این خیلی تریکیه. اگه که آدیشن آنلاین برگزار شه بعد دانشجو نباشن و ندونن تو اون فضا چه اتفاقی میفته و ترمو بخوان حضوری برگزار کنن، این خیلی تریکی میشه. Danke, Jadi. Gucke ich das nochmal, was für eine Frage ist. Ich will das Kommentar anmachen. بچه من میخوام کامنتار رو باز کنم که اگه شما سوالی دارین هم بتونین سوال کنین و در آینده هم خواستم بهتون بگم که آره یه ورکشاپی قراره که برگزار بشه توی همین ریکانکت پلتفرم ریکانکت که اگه بخواید توی این زمینه بیشتر بدونین توی زمینه کوریوگرافی و فضای آنلاین یه چند به سمت فضای آنلاین بینیم، احتمالا به سمت فقط فضای آنلاین و کوریوگرافی نیست، ولی اطلاعاتشو همین ریکانکت فستیوال براتون میذاره حتما. خب من سوال نگاه میکنم که اگه سوالی باشه. ایش کوکه دست وصفان فاقی آیا استفاده از مکان خانه برای کار رقص مشکل بود؟ مکان خانه منظورتون به عنوان به عنوان جای تمرین یا به عنوان معلم؟ فاقی است اپ دی 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 وونونگ راوم تو فروندن als ein Tänzer ist das schwer? Die Frage ist noch nicht klar. Ah ja, ich glaube, ich habe verstanden. Zu Probe. Hast du schon geprobt zu Hause? Ich habe geprobt eigentlich manchmal im Garten und manchmal in meinem Studio. Ich habe ein Privatstudio, das ich teile mit meinem Freund. Aber zu Hause hast du nicht geprobt, also, oder? Selber ja, aber nicht mit anderen. Ich bin zum Beispiel mit anderen entweder in oder bei denen zu Hause, ja. Das war schwer für dich oder das war interessant? Wie war das für dich? No, es war sehr interessant. Also wir haben auch wieder mit Video gearbeitet. Also ich bin da gegangen und ich habe die Kamera dort hingestellt und dann, wir haben einfach zuerst aufgewärmt und dann wir sind rein in den Arbeit gegangen und mit alle war sehr unterschiedlich. Was haben wir sehr متفاوت بود سخت اصلا نبود ولی خب من تو جاهای مختلف تمرین کردم، تو خونه تمرین کردم، تو خونه آدمای مختلف هم تمرین کردم، خب یه استودیو هم شخصی برای خودم دارم که با دوستان شیرش میکنیم و میام تو پارک و باغ و یعنی حیات و این چیزا هم تمرین میکنم. برای خیلی امکان جدیدی برای من به وجود آورده بود و این که گفت خیلی وقتا هم دوربین میبریم و با هی فیلم میگیریم و این یه چیزی که هی باش کار میکنیم. آره برای من همین آره. و گیبس باس One andere Frage. Es gibt Bachai Soldarin Leporsin. War eigentlich na. Es gibt keine Frage mehr. Dann danke, Jadi. Okay.
Danke für das, unsere Einladung akzeptiert hast, Bob. Ja, ich danke dir. Es gibt noch eine Frage. Okay. Das über die Zuschauer. Was wird die Reaktion von Zuschauern? Was ist der Unterschied der Reaktion von Zuschauern im digitalen Raum und die normale Bühne, wenn du ein Stück machst? Wie verstehst du die Zuschauer? Wie fühlst du dich? Also es ist abhängig, wirklich, in welche Plattform man ist. Also zum Beispiel für einen Film, es ist klar, es ist ganz anders, weil wenn man gefilmt wird, hat andere Zuschauer. Die Kamera ist die Zuschauer. Die andere Leute, die unterwegs sind, aber sind die Zuschauer. Oder wenn du eine Online-Aufführung machst, du hast Online-Zuschauer. Was ja, ist das aber Feedback? Du hast am meisten nicht das. Also du siehst keine Zuschauer. میگه که در واقع وقتی که کار آنلاین میکنی برای من اینجوریه که تماشاچی دوربین تو هم تماشاچی کسی نیست که تو دیگه بتونی باهاش ارتباط مستقیم داشته باشی. اون چیزی که تو به عنوان تماشاچی داری ازش استفاده میکنی یا باهاش برخورد میکنی دوربینیه که داره از تو فیلم میگیره که اونو برای تماشاچی پخش میکنه. Also ich habe mich klar also unter die Reflektoren, ich habe gemerkt, dass jemand hat mich gesehen, aber das ist, was ich glaube, am meisten komisch. اوکی میگه که من خب چون که مثل صحنه زیر پروژکتور و بالاخره یه سری نور بالاخره روم بود و آدم میفهمه که یه نفر داره نگاش میکنه ولی اون تماشاچی نیست دوربینه که داره نگاش میکنه. Es gibt eine andere Frage. Na, die Frage ist, was hast du mit deinem Projekt gemacht? Ich erkläre das auf Farsi. Be khatere pandemie, majbur shod ke proje akh ino tozih dade bud. Also, warte mal. Sag aber, wie es heißt und dass eigentlich es gibt ein Trailer online. Aha. Okay, kannst du das der Link mir schicken und dann mache ich diesen Link für die alle. Okay, dann warte mal, kannst du das später machen? Später machen wir das hinter unserem Video. Alle können das gucken. Ich sage das gleich. Oder kannst du auch als Comment hier schreiben, wenn du willst. Ich schicke dir per Telefon. Okay, alles klar. Und dann du machst بخاطر این پاندمی پروژه تبدیل شد به پروژه فیلم. یعنی پروژه آنلاین نکرد. فقط تبدیلش کرد به پروژه فیلم و توی اون پروژه فیلم هم خب تاثیر پاندمی توی پروژه فیلمش دیده میشه. تا اونجا که من یادمه یه بخشی توی فیلم هست که الان توضیح نداد ولی قبلا به من توضیح داده بود که دو تا رقصنده دستشون به هم میخوره و معلممون بهش گفته که یعنی کسی که در واقع هد مستره بهش گفته که باید این بخش رو از تو فیلم در بیاری نه به خاطر بخش آرتیستیکش بلکه به خاطر اینکه اجازه نداریم به هم دست بزنیم این و اونو فیلم بود پروژه روی فضا آره و گفتش که من تریلر فیلمو براتون میذارم اینجا اگه خواستین تریلر فیلم میتونین ببینین. من فیلم دیدم بسیار به نظرم فیلم جالبه نیم ساعته ولی تریلرش رو براتون میذاره که اگه خواستین بتونین ببینین. و شما در باره کوریگرافی از راه دور چیه؟ کاری که جامبل از پارسال دارن انجام میده بزرد. Es gibt noch eine Frage. Was denkst du an die Choreografie von weit weg? Trombel macht von letztes Jahr, hat schon angefangen, eine Choreografie zu machen von weit weg, von den zwei Tänzer, dass sie irgendwo anderes leben. Hast du schon das erlebt oder was denkst du daran? Also ich habe genau, wie gesagt, ich habe es auch erlebt. In diese Zoom-Plattform mit diesem auch, also die Plattform für die Performance war Facebook,
aber wir haben Zoom benutzt für das Prozess. Ich glaube, dass es funktioniert. Es kann funktionieren für bestimmte Sachen. Aber man braucht auch diese Teil zu erfahren mit seiner Haut und mit etwas anders. So, ich glaube, man kann sich auch durch Skype oder Zoom treffen, aber es ist klar, sind nicht die gleiche Möglichkeit. Mm. Man braucht etwas anders zu entwickeln. Oder etwas zu adaptieren. میگه خب منم به خاطر اون پروژه که کار کردم تو نیوزلند دقیقا همون کار کردیم، کوریوگرافمون اونجا بود و ما تو اینجا داشتیم کار میکردیم. چیزی که میتونم بگم اینه که آدم یعنی به عنوان کوریوگراف تو با یک چیز دیگه مواجهی، نمیتونی دقیقا همون کاری که قبلا میکردی همون جوری باش رفتار کنی، تو با یک پلتفرم مواجهی که یه چیز جدیده، تو باید که ابزار جدید رو بشناسی و باید که خودتو ادابت کنی با ابزار جدید، نمیتونی همون کاری که قبلا کردی و بکنی، یا باید یه جوری اول بشناسیش یا باهاش کار کنی، یه چیز دیگه است، یه دیگه اون کاره نیست، و بدونی و اینکه باید بدونی که اون پلتفرم چی هست و چی برای اون درست میکنی. ببخشید من یه دونه دیگه اینو گفتم، اون سوالتون رو خیلی خیلی متوجه نمیشم. اینجوری که فهمیدم گفتش که من مخاطب و دیگه مخاطب نمیبینم توی به عنوان تماشا، مخاطب و دوربین میبینم و اون مخاطب منه. این که خیلی چشمای دیگه دارم میبیننش، آره، ولی فکر نمیکنم که براش فرقی کنه که چند تا چشم دارم نگاش میکنم، اون فقط یه مخاطب داره نظر. من یه بار دیگه سوال میکنم که درست فهمیده باشم. یکم سوالتون گنگه، ببخشید. اسمش چیه؟ دیلی استاد چیز، این کسی که این سوال کرده یکم بعضی سوال گنگ، اگه میتونی یکم واضح تر بگو. بس که بنا فراغ از تو میشید این بیشن اون کلا ایس دس ایست دستی بندو wenn du in eine normale Aufführung bist, du gibst viele Augen und viele Zuschauer und die gucken dich. Und wenn du eine Online oder ein Video machst, dann Zuschauer, wie du gesagt hast, ist dann das Kamera. Und was ist, und die Frage ist, wie verändert sich die Zuschauer deine Choreografie? Hat einen Einfluss auf deine Choreografie? Also, sicher. Weil der Punkt ist, dass alles, was ist, der da mich beeinflusst. Also ich kann vielleicht nicht jede Persönlichkeit spüren, aber das ist auch wie im Theater. In große Theater, du siehst keine, du aber spür die. Und jetzt, du spürst weniger, weil sowieso ist jemand da drin, wie jetzt. Na, ich kann nicht unsere Zuschauer wirklich spüren, aber wir lesen es oder wir empfinden, dass was da ist. Aber es ist eine andere, vielleicht Möglichkeit auch zu spüren und zu lernen zu spüren. خب حتما تاثیر داره رو کاری که میکنم، رو چیزی کوریوگرافی ما منظورش نمیتونم دقیق بفهمم منظور چیه، ولی میگه که وقتی که توی صحنه بزرگ کار میکنی مثل تئاتر و یه عالم آدم دارن میبیننت، نمیتونی اونا رو ببینی ولی میتونی حسشون کنی، ولی وقتی با جلو دوربین داری کار میکنی، یعنی یه دونه تماشاشی داری، تو نمیتونی حسشون کنی ولی میدونی که هستن، مثل کاری که الان ما داریم میکنیم. ما میدونیم که یه سری مخاطب دارن ما رو نگاه میکنن، شاید الان زمان خوبی باشه که یاد بگیریم که یک مدل مخاطب دیگه وجود داره، تمرین کنیم که ما الان کانکت، ما الان کامنت ها رو میخونیم و شاید بهتر باشه که یاد بگیریم که یه جور دیگه دریافت کنیم تماشاچی رو. جواب خیلی جالبی بود. خب خیلی از ویدیوهای رقص رو دیدیم که چون دوربین رو مخاطب میبینن ترکیب بندیه.
فضا براشون تغییر میکنه، مثلا بیشتر فیز رفتنده رو به دوربین هست، کمتر پشت به تصویر هستن. ولی توی اجرای زنده دو تا دو استیج آدم ها هستن و از زاویه های مختلف کار میکنن. بله درسته. ببینید که شما دیدی که خیلی رو فیس رقصان تو دوربین دیده میشه، تجربه شخصی شماست و درسته. نمیدونم بعد سوال این سوال نیست، بعد سوالی پیش بدانم کنم، ولی خب مرسی که نوشته. اوکی، اگه که سوال واضحی دارین بپرسین، اگه نه فکر میکنم بیشتر از یک ساعت و خورده یه بوده، یک ساعت، آره یک ساعت شده که بعد یواش یواش دیگه روان میشه. اگه سوال نداریم من خدافظی کنم با چطور. آها توضیح بود در سوال، مرسی، متشکرم. خب اسکیپ کن اون دیگه فراگه جدی. دانکه دست تو این اینزر گشپرش تاگ گنومن هست. Absolut. Danke dir. Ich kann dir, wenn du willst, gleich schicken der Ja. Webseite von der Trille. Und wenn du willst, du kannst das auch teilen. Super, mache ich gleich. Gerne. Ja. Vielen Dank. Gerne. Danke für diese Möglichkeit. Danke dir. Ja. Ciao. Ciao, ciao. بچه ها لینک رو گفت یه همین الان برای میفرسته، حالا من صحبت میکنم با بچه ها که میتونن لینک تریلرش رو میتونین ببینین. روزتون بخیر یا شبتون بخیر و تا بعد.